آستان مقدس حسینی بیمارستان از شفا در نینوا را افتتاح کرد. به گزارش شیعه ویوز، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی این آستان، این پروژه توسط آستان مقدس حسینی و به توصیه تولیت شرعی این آستان به اجرا و از سوی حرم مطهر سید و شهدا علیه السلام به مردم نینوا اهدا شد. دکتر حسن تمیمی، وزیر بهداشت عراق، در کنفرانس مطبوعاتی مراسم افتتاحیه این بیمارستان اظهار داشت: بیمارستان اشفا یکی از بزرگترین مراکزی است که توسط آستان مقدس حسینی اجرا شده و وزارت بهداشت مسئولیت تجهیز آن را بر عهده داشته است. وی با تشکر از مراجع تقلید شیعه افزود: حمایت مرجعیت و آستان مقدس حسینی تنها منحصر به یک استان نبوده است، بلکه تاکنون 24 بیمارستان و مرکز تخصصی برای مقابله با ویروس کرونا تجهیز شده است که این امر موجب تقویت زیرساخت‌های آینده وزارت بهداشت خواهد بود. از سوی دیگر، مهندس حسین رضا مهدی، رئیس بخش پروژه‌های فنی و مهندسی آستان مقدس حسینی، اظهار داشت: این بیمارستان از جمله مراکز درمانی محسوب می‌شود که این آستان در حمایت از وزارت بهداشت در سراسر کشور عراق احداث نموده است. به توضیح داد: امروز ما در منطقه برتله در دشت نینوا مسیر موصل اربیل شاهد افتتاح بیمارستان اشفاء 15 هستیم که پس از درخواست اهالی منطقه مبنی بر نیاز به بیمارستان و عدم وجود بیمارستان در این منطقه، آستان مقدس حسینی اقدام به ساخت آن نمود. وی افزود: مساحت کلی این بیمارستان 5500 متر مربع و زیربنای آن 2200 متر مربع بوده و کار تجهیز آن 2 ماه به طول انجامیده است. این بیمارستان 125 تخت خوابی دارای سالن جراحی مجهز، بخش ویژه زایمان، بخش دیالیز و 3 بخش مجزای بانوان، آقایان و کلینیک های مشاوره است که هر کدام از این بخش ها دارای تعدادی تخت مراقبت های ویژه است. گفتنی است آستان مقدس حسینی تمام امکانات خود را برای پشتیبانی و مشارکت در مهار شیوع ویروس کرونا و محدود کردن پیامدهای اجتماعی و بهداشتی آن به کار گرفته است و این اقدامات نه فقط یک استان، بلکه تمام استانهای عراق را در بر می‌گیرد. در این حال، حرم مطهر سید و شهدا علیه السلام از آغاز شیوع بیماری کرونا تا کنون پذیرای زائران بوده و تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر شیوع کرونا در آن ارائه نشده است.